چگونه میشنویم؟ اطراف ما پر از صداهای مختلفی است که گوش ما آنها را دریافت می کند. صدا توسط گوش خارجی دریافت می شود. گوش خارجی از لاله گوش و مجرای شنوایی تشکیل شده. صدا درون کانال مجرای شنوایی به سمت گوش میانی هدایت می شود. سپس به پرده سماخ که قشای انعطاف پذیر و گرد است برخورد می کند و آن را مرتعش می کند. امواج صوتی توسط حرکت پرده سماخ به گوش میانی منتقل می شود. درون گوش میانی سه استخوان کوچک به نام چکشی، سندانی و رکابی وجود دارد. شکل پل پرده سماخ در محل ورود به گوش میانی و اثر متقابل استخوان های گوش موجب تقویت بیشتر ارتعاش های صوتی می شود. حرکت استخوان رکابی موجب حرکت پرده بیزی می شود. گوشه داخلی از بخش حلزونی تشکیل شده که از نظر شکل ظاهری شبیه صدف حلزون است و درون آن از چند قشا و چند بخش تشکیل شده درون بخش حلزونی با مایع آبکی پر شده وقتی امواج صوتی پرده بیزی را به لرزش در میآورند این مایه شروع به حرکت می کند. در بخش حلزونی سلول های مژکداری قرار دارند که مژکهایشان با پوشش جلاتینی تماس دارند با لرزش مایع درون بخش حلزونی مژکهای آنها خم می شود. سپس سلول های مژکدار ارتعاش صدا را به پیام عصبی تبدیل می کند که توسط عصب شنوایی به مغز می رود. در واقع ارتعاشات امواج صوتی هستند که به سمت گوش ما هدایت می شوند.